یه تنوع فرهنگی اگر مدیریت بشه خیلی به نفع آدمه، به نفع جامعه است. اگر بد مدیریت بشه تبدیل میشه به دشمنی. ما میخواییم که زبان ما باید زبان کشور باشه، خود درست نیست. فرهنگ ما باید فرهنگ کشور باشه، این درست نیست. همه زبان ها، همه فرهنگ ها، همه برنامه های خوب در جامعه مورد توجه قرار بگیره. نمیخوام زیاد صحبت بکنم. در افغانستان خوشبختانه به هر دلیلی یک تنوعی وجود داره که در خیلی از کشورها این تنوع نیست. ما اینجا قوم پشتون داریم، هزاره داریم، تاجیک داریم، ازبک داریم، سادات داریم، خلاصه سایر اقوام داریم. حالا چطوری اقوام آمدن داخل افغانستان ساکن شدن؟ حتما در اون برهه‌ای که مردم آمدن یک ظرفیت خوبی داشته افغانستان، و الا شما میدونید یک جایی که ظرفیت نباشه مردم اونجا نمیایین. همینطوری که امروز مردم به یک نقطه آرام میره که اونجا راحت زندگی بکنه، حتما افغانستان یک ویژگی ها داشته که این اقوام مختلف آمدن در اینجا ساکن شدن. حالا ما باید این تنوع فرهنگی را مدیریت بکنیم. متاسفانه بد مدیریت میشه. خب اختلاف قوم داخل جریان های سیاسی قرار نگیره. این مسئله قومی را در افغانستان اکثرا با خواستگاه های سیاسی مدیریت کردن. من یک عبارت را خدا یاری بکنه عرض بکنم، نگاه کنین، اگر همه افغانستان به حکومت به عنوان یک مرکز آبادی نگاه کنن برای همه، این خوبه؟ یا به عنوان یک طعمه و به عنوان یک ابزار برای یک بخش؟ این دومیش به پایان و در نتیجه به ضرر کشوره. زبانها را باید با همین خلاصه روی کرد نگاه کنیم. اشکال نداره ما زبانهای مردم کشورمان بلد باشیم. وقتی برادر پشتون با ما برخورد میکنه، یک جا میخوایم سخنرانی کنیم، بیشتر شنونده ها پشتو زبان است، خب به زبان پشتو صحبت کنیم. مثل انگلیسی، یک جا به ازبکی حرف بزنیم، یک جا به لهجه دیگری حرف بزنیم. اما متاسفانه گاهی این مدیریت عوض میشه، این فرهنگا در مقابل هم دیگه قرار میگیره. عوضی که زمینه توسعه و پیشرفت و تنوع زیست محیطی را فراهم بکنه در تقابل با هم دیگه قرار میگیره. یک حقیقته. اما با آگاهی میشود این قضیه را مدیریت کرد. یکی از بهترین ابزاری که ما داریم الحمدلله خواستگاه دین است. افغانستان کشوریه که 99% بیش از 99%ش مسلمانه. خب وقتی ما یک جایگاهی بالاتر از زبان و خون و خدمت شما عرض بشه که عادتهای محدود داریم، او را معیار قرار بدیم. با توجه به کوتاهی و خیلی مزاحمتان نشوم، متاسفانه عوامل خلاصه پراکندگی، عوامل در مقابل هم قرار گرفتن در این گفتگوی تمدنی و توسعوی و فرهنگی متاسفانه خودش بیشتر نشان داده در تاریخ گذشته افغانستان. امیدواریم که با توجه به تاریخی که پشت سر گذاشتیم، مشکلاتی را که جامعه ما در این چند دهه دید، انشالله دیدگاه ها عوض بشه و این جریان بهتر مدیریت شود.